فیروزه جابانی همکارم از لندن با ما همراه شده. فیروزه، واکنش شهروندان به فراخوان خانواده‌های دادخواه چی بوده؟ این فراخوان اصلا چه ابعادی داره؟ ببین، همونطور که خودت اشاره کردی الناز، این دومین فراخوانی هستش که خانواده ها در برابر قتل شهروندان با اجرای حکم اعدام این رو مطرح کردن. این رو همه خانواده هایی که چندین دهه در واقع یا عزیزشون رو از دست دادن یا ناپدیدسازی قهری شده یا همچنان عزیزانشون در زندان هستند، با یک اتحاد و همبستگی این فراخوان رو دادن و واکنش شهروندان این بوده که تا این رو ترند کردن و بیش از 300 هزار بار تا ساعتی پیش این هی بازنشر شده. همزمان نام مهسا امینی رو هم شهروندان دوباره ترند کردن. این اتحاد و همبستگی خانواده ها رو نشون میده که ما میبینیم که علاوه بر این که تصاویرشون پرشمار هستش که حضوری میرن کنار هم هستند و دادهایی رو فراموش نمی کنن، میبینیم که در رسانه‌های اجتماعی هم هستن. به عنوان نمونه، یکی از متهمین و محکوم به اعدام مجاهد کورکور هست که ما فراموش نمی کنیم که چطور با قدداری کشی و خوشون کشی رو بازداشت کردن و الان میخوان براش پرونده سازی بکنن برای قتل کیان 9 ساله. مادر کیان بارها گفته که دیده چه کسانی فرزندش رو کشتن. مادر مجاهد و مادر کیان بارها کنار هم رفتن و با هم دیدار کردن و میدونه و بارها گفته که میدونه که قاتل در واقع پسرش چه کسانی هستن و مجاهد کورکور نیست. از طرف دیگه، خصیصه دیگه‌ای که داره، همونطور که گفتم، شهروندان با خانواده‌های داد همبستگی خودشون رو نشون دادن. ما دیدیم پرشمار هست، هنوز هم ادامه داره. علاوه بر محدودیت ها ممنوعیت هایی که در آرامستان ها هستش، ما ببینیم که مردم حضوری میرن و هر مناسبتی بر سر مزار کشته شدگان میرن، یاد اونها رو زنده نگه میدارن، بر روی دیوارها مینویسن و الان هم با در واقع واکنشی که نشون دادن، با همراهی که با خانواده های دادخواه داشتن، خواستار این شدن که این حکم اعدام متوقف شه، این 40 و چند سال در واقع خشونت پایان داشته باشه و میبینیم که اینها هی تصاویر رو بازنشر میکنن و میگن. از طرف دیگه، این ادامه راه هست که در این اتحاد بین خانواده ها و اتحاد بین شهروندان داره دیده میشه. اشاره میکنن مستقیم شهروندان به پرونده خانه اصفهان که حتی در دادنامه هم ما میبینیم که از اساس هیچ یک از این سه عزیزی که الان جانشون در خطر هستش، که هر چقدر نامشون رو بگیم کافینی، سعید یعقوبی، صالح میهاشمی و در واقع مجید کاظمی، نه حتی در دادنامه هم نیستن و مردم میگن که سکوت نمی کنند و در واقع خواستار توقف این پرونده سازی ها رو هستن که جانهای عزیز گرفته میشه. ما این رو قبلا هم داشتیم، دیده بودیم در همین خیزش انقلابی، به عنوان نمونه در پرونده آقای قره حسنلو که الان در زندان هستن، یکی از همراهی ها و اتحادهای مردم رو در خیزش انقلابی داشتیم که پشت زندان ها رفتند، ایستادند، فریاد نه به اعدام گفتند، اعدام رو متوقف بکنید گفتند و این همراهی رو نشون دادن. الان هم با همراهی که با خانواده ها دارن نشون میدن که این در واقع بر همون اصل دادخواهی هستن و نمیخوان ببخشن و نه فراموش بکنن. یک مسئله دیگه هم هستش، این هستش که همچنان روشنگری خانواده ها ادامه داره. آقای شکاری، اون در واقع شهروندی که اول در این خیزش انقلابی با یک دادگاه فرمایشی با یک حکم کوتاه مدت جان عزیزش از دست رفت، پدرش همچنان علاوه بر اینکه همراهی میکنه، داره میگه که همینطوری دارن روشنگری های بیشتری میکنن خانواده ها و میگه که اون اصلا پرونده سازی که برای پسرش شده بود و اون اعتراف دروغین که گرفته بودن، پسرش در حال کمک به یک خانم شهروند دیگه بوده. یعنی ما میبینیم که این اتحاد و همبستگی علی رغم هر اختلافی که هستش بین مردم به وجود اومده. الان دیگه مردم خانواده هایی رو میشناسن که ممکنه از نزدیک ندیده باشن ولی به یادشون هستن و فریاد دادخواهی براشون سر میدن. متشکرم ازت، فیروزه جابانی همکارم از لندن همراه ما.